بازمانده نسلیه که میخواستن رنگین کمان رو معنی کنن و تو جریان محافل بین‌المللی یه چهره شناخته شده است، هرچند که اینجا مردم نمیشناختنش. بعدش هم بعد از انقلاب جایی زندگی میکنه و هیچ کس اونو نمیشناسه. اردشیر رو کسی نمیشناسه و به نظر من ضروری هم نیست کسی بشناسه. بهتره قوه شناختن. ولی همیشه یه وحشتی از این بود در نزدیک شدن به این. نتونستم باها بدن، درک نکردم، حالشون نبود. به عنوان یادگاری از یه گذشته طلایی که حالا دیگه وجود نداره. همیشه یه چیزی گنگ و افسانه‌ای بوده برای این مردم. در این حال که خیلی ها دوستش داشتن به خاطر دوباره برگشت به اروپا. ولش کن، طرف موهاش داغونه، دیوانه است. ایشون از نظر معاشرتی هیچ مشکلی ندارن، خیلی درش مسلک هستش و خیلی راحت زندگی میکنن. جز به اون دسته از کسایی بود که تو شهر خودشون غریب موندن. یکی از نخبه های شهر ماست، افتخار شهر ماست و شما باید خیلی به وجودش افتخار کنید. شانس منی بوده که با این شخص آشنا شدم، اینو زیارتش کردم. بیشتر رو نظر گذاشته و ایشون ترجیح میدن که بیشتر تنها باشن تو افکار خودشون باشن. نتونست تحمل کنه زن و بچه خودش هم ول کرد، گذاشت برگشت دوباره ایران که بتونه در اینجا این هنر وقتی متوجه شدن معمار کل کائنات و ایشون داره کل کائنات در مثبت داره میسازه، مرید ایشون شدن، غلام ایشون شدن برای ابد در ابدیتان تصانفات. دست ها گشوده آن بر آب الودا مردن، مو پریشان از رقص باد مرموز جنتی، چاک گریبان بر مزار رمز جان کندن. اهرمن فاتح عشق خون خوردن، سوخت در عمق بمب مارسی لندن. ما هر دو مردیم، بمیر 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 بمیر. آگنا، تو همون فیگور کیهانی زن هستی که به خاطر دنیای مرد به جنگ رفتی. من تو رو میشناسم نی، تو بودی که اهریمن ملعون در تای اقیانوس رو کشتی. من میدونم تو به خاطر دنیای مرد قیام کردی و تو بودی که اهریمن ملعون کشتی. تو اهریمنو کشتی. این خونه منه. این خونه اول یه خونه خیلی شیکی بوده. موقعی این خونه شیک بوده، خونه های دیگه هنوز اصلا به وجود نیومده بودنی. ولی اهریمن ملعون این خونه رو ببین به چه شکلی در آوردنی. تمام همه جا سوراخ. من نمیذارم، من از بارون نمیذارم، چکه های بارون نمیذارم، میذارم آفتاب زدگی پیدا کنم. اگه الان اون بخواد وجودش از این خونه بکشه، یه دفعه این خونه بازم هم خونه لوکس اولیه میشه که بوده. مدت 12 سالی که من دست به ساختن تابلو نزدم. الان با طرح این 5 تا تابلویی که مانیفستاسیون سوپر رئاله، دیگه وقت اون شده که نی برگشت هنری بکنم، واقعا برم رو زندگی خودم. نی این 5 تا تابلو کلن چکیده زندگی منه. این میتونه واقعا راه هنری رو تغییر بده، یعنی واقعا میتونه هنر بکشونه
به همون جایی که باید بره. این کامبگ امیدوارم که بتونه منو نجات بده از اون استرس هنری که هم منو گرفته و هم دنیا. این بود که من وقتی که اومدم ایران 12 سال تمام رو این مکتب کار کردم تا تونستم به حساب کلن واقعا تونستم که اصالتی واسه مینیاتور جدید وضع بکنم. اسمشم گذاشتم فر مینیاتور گذاشتم اسمشو. بعدا این یه مکتبیه که فقط مال مکتب فلزه. کلن هنری که من کار میکنم روش اصولا هنریه که توی کوانتوم وجود داره، نی بعدا با کوانتوم همخوانی داره. من فکر میکنم اونی باشم که واقعا تونسته کوانتوم واقعی رو حل بکنه. حضرت مریم تو مسیحیت باشه کهکشان راه شیری رو گرفته، با دست دیگرش کهکشان سگ شکاری رو. در این دو کهکشان جنگ های بی نهایتی وسط آگنا با اهریمن ملعون روی داده که آگنا پیروز شده و این دوتا کهکشان تحت اختیار خودش گرفته. اونجا به حساب منم که خودم اونجا مجسم کردم. من به هواداری فلسفه آگنا میرم و خیلی ارشاد میکنم که شاید بتونم برگردونم جریانو به طرف مثبت برگردونم و کلن اونجا در حالت به حساب در حالت آواز خوندن زیر دریاها. این نوشته هم که اینجا میبینید مثلا یه نوشته های حجفنی، هچل هفته حجفنی قلم امضای من زیرشه، در صورتی که من اصلا هیچ ربطی به اینا ندارم. مثلا فکر کن که من خوابیدم اونجا اینجا که به حساب اتاق کار من، اتاق مطالعه من، خودم اتاق خلوت من اینجا. مثلا فکر کن خوابیدم و از تو خواب مثلا من بلند میشم بدون اینکه بدونم متوجه. خودم دنبال یه همچین چیزایی میرم. مثلا فکر نکنی که خودم دنبال یه همچین چیزایی نمیرم. میام و اینا رو می‌نویسم. اصلا یه چیزایی چرند. یه چیزایی مثلا فکر کن که از لحاظ هنری خود منو خورد میکنه. میام نگاه میکنم که من به چه دلیل اینا رو نوشتم. اصلا میشه من اینا رو نوشته باشم؟ اصلا من با این اسم اصلا هیچ آشنایی ندارم. اصلا خط منم نیست. من خطم کلا یه طور دیگه است. این یکی از این حالتایی بود که تو من ایجاد میشه. بعد از مطالعه دقیقی که روی اتم و بعدش روی ذراتی که به حساب کورپسکولار باشه و بعد از اون روی فیزیک کوانتومی انجام دادم، به این نتیجه رسیدم که کلن ما نمیتونیم تمام مسائل اتمی مخصوصا کوانتومی رو حل بکنیم. دلیلش هم من یک کمبود عجیبی توی حل این مسائل پیدا میکردم. بعد از زحمت کشیدن خیلی خیلی زیاد، مثلا تقریبا نزدیک 20 سال زحمت کشیدن، تونستم جرمو به نام بعد پنجم تر بکنم. با تر بعد پنجم که جرم باشه موفق شدم که بتونم بغرنج در این مسئله کوانتومی رو حل بکنم. فکر فلز نی اصلا وجود داشتن فلز یعنی جادو. من با فلز توی یه مدیتاسیون ابدی هستم. فلز کلن یه دنیایی که مربوط به دنیای بالا، به دنیای کبریایی نی. کلن اصلا تکامل فلز کلن مربوط به تکامل کبریاست نی. این مدیتاسیون یه ساته شدنی از داخل فلز که خود اون داخلی فلز به کبریا مربوطه، از اون ساته میشه و با وجود برخورد میکنه.
بدون هیچ متیه که ما درش مصرف بکنیم، فقط با چکش و سنبه، فقط با ضربه نوازینی مثل تشکیل چگالی یا تشکیل عالم، کلن خودش از میان فرز ظهور میکنه. کلن میشه گفت که، نمیشه گفت که مثلا نقاشی میشه یا مجسم سازی میشه یا مثلا رولیف کاری میشه یه همچین حرفایی. کلن اصلا خود پروبلم کیهانی، اصلا خود وجود داشتن فلسفه کیهانی، عقل کیهانی از توی فرز ظهور میکنه. اینو من میگم که با مدیتاسیون فرز در تندنس بودنی، یعنی کلا هم زندگانی بودنی. گاهی وقتا تقریبا یه 40-45 دقیقه طول میکشه حتی بتونم اسم دخترم کریستین رو از دوباره بیاد بیارم، ولی خب یه مدتی که میشینم افکارم متمرکز میکنم از دوباره بازم میشم همون حالت معمولی. نی این خونه رو میبینیم، این خونه خونه خودشه، اون یه زن شوهر جادوگره، اونا کلا اینجا زندگی نمیکنن، کلا تو هند زندگی میکنن، یعنی دو تا جادوگر هندی. بعد اینا خودشون به شکل تمام حیوانات هر چی که سعی بکنی، هر چی که فکر میکنی نی، خب خودشون در میارن. مثلا گربه میشن نی، بعد از گربه گنجش میشن، میان میشن رو این درخت ماگنولیا، کلا به صورت مورچه در میارن، به صورت مارمولک در میارن، به صورت تمام حیوانانی، هر حیوانی که کلا ما رو یه مدت 28 سال میشه که من اسیر گرفتم. البته اسیر نیستم، خب اونا تو تخیل خودشون به حساب من تو اسارت نگه میدارن، ولی کلا من به همه طریق که بگی من مهار کردن، یعنی کلا من تو یه مهار مطلق نگه داشتن. این یکی از خاطرات خوش زندگیمه که این آقای اریش فون دینیکن، نویسنده کتاب ارباب خدایان، یه روز تو آلمان غربی که من زندگی می‌کردم خونمون اومد و بعدا یه نقشه دینا چهار از یه فلسفه مایایی واسم آورد و گفت که خواهش میکنم اینو واسم بخونید. من که مطالعه کرده بودم، گرافیک مطالعه کردم، گرافیک سرخپوستا رو مطالعه کرده بودم، اون واسش خوندم. گفت که این چیه؟ گفتم این یه فضانوردیه که به حساب استارت فضایی میزنه، بعدن کلن یه فضاپیماست نی. گفت که دورش چه نوشته شده، البته یه حاشیه تذهیبی داشت نی. گفت این دورش هم واسم بخون. من دورش خوندم، دیدم که اونطوری زمانهای کیهانی رو نوشته، زمانهای به حساب فضایی رو نوشته. من واسهشون رو خوندم، گفت که مال چه زمانی میشه؟ گفتم تقریبا 25,000 سال قبلی همچین چیزایی. گفت که شما فکر میکنی که این برنگشتی این چطوری شده؟ گفتم که این حتما سفر کرده به فلس. من نمیتونستم واسهش بگم مثلا این سفر کرده به جرمنی. بعدم گفت که سفر کرده به فلز. گفتم بله این سفر کرده به فلز، مگه چطور میشینیم؟ شما مگه کوانتوم مطالعه نمی کنی فلان؟ گفتم این سفر کرده به فلز بی پایانی. گفتم که شما که این همچه فلسفی نیستی. گفت اتفاقا من آدم بازی هستم نی، من یه همچه فلسفی رو قبول دارم نی. کلن گفت که شما پس لطفا اینو بسن درست کنید. منم بعد از 3 ماه اینو تحویلش دادم، تقریبا یه تابلوی 2.20 متر در 1.20 متر نی، بردیم سوریخ خونش تو سوریخ خیابان آمشاخ شماره 5 دادیم بهش و به مبارکه یه عکس هم باش گرفتیم یادگاری. یکی از خاطرات خوب زندگی من. تو نباید این کاری میکردی، تو نباید اتون میآوردی مردمی میکردی، من نمیدونی حالا تو نمیدونی که اتون مردمی نیست. اونا واسه همین با ما بدن دیگه، واسه اینکه میدونی چرا اونا دیگه کاخ نیست، اون اتمیستا دارن نی، تو میدونی میلیارد ها نیست که اونا دارن نی، اونا درسته پادشاهی دارن میکنن دیگه، متوجه میشی؟ ولی وقتی که بیاد دستای اونا رو بشه، خب اونا قاتلان دیگه، متوجه؟ تو خود میدونی اونا چی هنگه، اونا با من بدن دیگه. من آوردم اتم داره مردم میکنم، اتمی کردن مردم یعنی قیام هنری دیگه. تو هیچ وقت خوشبخت نیستی، تو هیچ وقت هیچ چی رو نمیدونی، تو هیچ وقت اصلا لذتی نداری، هیچ چی نداری، مگر اینکه ساختار جهانی رو واقعا بخوای بدونی.
تو اگه اتم بخوای بدونی نی تا تو بزرگ میشینی، تو آرام میشینی، تو خوشبخت میشینی. اونا میگفتن که باید تو انحصار ارتش بمونه، تو انحصار یه دسته بمونه، گوش میدی؟ من گفتم نه، این ایدئالیسم سوبژکتیو من اون ایده اصلی بود، اینو من میگم خداپرستیدن من. اهرمن منهدم در آتش جهند، در بهشت لای زال عشق مجنون ولیام، ما هر دو مردیم. بمیر 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 بمیر. من هر شب قبل از اینکه بخوابم به خودم میگم اهریمن ملعون، ای خدا این بر من چیره شده، این منو کشته، وگرنه من چرا باید بخوابم؟ صبح که از خواب بیدار میشم میبینم که حالم خیلی خوبه و صحیح و سالم هستم و خیلی پر انرژی تر از روز قبلم. میگم که آها خدا شکرت، باز هم به ما بردی، ما را انرژی بیشتری به ما دادی که ما بتونیم از دوباره بریم به جنگ اهریمن. اهریمن اهریمن اهریمن.